به نام آن که در بدایت، بدایت همه چیز و در نهایت، نهایت همه چیز اوست. با سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان، ادامه میدم بحثی را که حضرت مولانا در مثنوی دارند تحت عنوان تجانس و مسئله جنسیتی که به معنای گرایش به طبع و طبیعت اصلی انسانه، بازگشت به فطرت اصلی خود و بازگشت به اون نیستانی که در ابتدای نینامه اشاره می کنن که از نیستان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن. در این قسمت فرازی از مثنوی رو من گفتگو می کنم که حضرت مولانا به همون مسئله آکل و معکول، یعنی نظام غذایی در عالم، یک نوع تغذیه‌ای که این تغذیه ابعاد گوناگونی دارد اشاره می کند و نتایج بلندی از این بحث گرفته میشه. ادامه بحث رو توجه بفرمایید. میفرماید قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مر او را ناسزاست. مولانا اعتقاد دارد به این که حقیقت انسان، حقیقت انسان رو وقتی که ما در نظر میگیریم و تحلیل میکنیم، حقیقت این انسان این استش که باید تغذیه بشه وجودش و حقیقتش، و اون تغذیه‌ای که باید بکنه نور هست. این نور که گفته میشه نور فیزیکی نیست، نوری نیستش که ما در فیزیک از او بحث میکنیم، بلکه نوری هست که این نور جنبه معنوی، جنبه روحانی داره. همونی که ما میگیم نور، اصلا نور رو وقتی که ما، خود بحث نور در ادبیات دینی ما هم مطرح شده و مولانا هم از خورشید و نور و ماه و قمر و اینها زیاد سخن گفته. شیخ شهاب الدین سهروردی هم حکمت الاشراق خودش رو بر نور قرار داده و بعضی هم تصور کردن که مولانا میخواد ما رو بازگشت بده به اون اندیشه ایران باستان و اون مسئله نور و آتش و اون اندیشه هایی که در ایران باستان بوده. البته خب این یک تفسیری است که بر اندیشه های مولانا میکنن، ولی اینطور نیست. در اینجا که میگه نور، این نور حقیقتش این استش که نور اصلا خودش ظهور به ذات داره، یعنی هر چیزی که ظهور به ذات داشته باشه. در تعریف نور گفتن نور ظاهرون به ذاته، یعنی نور ظهورش به ذاته، به هیچ چیز دیگه ظهور نداره، ظهورش به ذاته. و مظهرون لغیره، و باعث ظهور غیر خودش میشه. در تعریف نور این رو گفتن، نور ظهور به ذات داره، ظهور اشیا به وسیله نوره، اما ظهور نور دیگه به وسیله نور نیست، ظهور نور به خودشه. به این دلیل بر حقیقت اطلاق میشه نور در عرفان، برای اینکه او ظهور به ذات داره، او مثل خورشید ظهور به ذات داره و باعث ظهور اشیاء دیگه میشه. ظهور در این عالم وابستگی دارد به اون ظاهر حقیقی، هو ظاهر و الباطن، هو ظاهر و این که اشاره میکنه که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هم ظاهر هم باطنه و از بس نورانیست مخفیست. این نور که گفته میشه مثلا همین علم، حالا ما میگیم این نور یعنی من چجوری نور بخورم، همین علم ها، همین علم، شما یه کتاب داری مطالعه میکنی، داری میخوری، داری نور میخوری، روشن داری میشی، احساس میکنی عوض داری میشی، این معنای نوره. شما با کسی ملاقات میکنی، با او صحبت میکنی، در اثر صحبت کردن با او میگی یه انرژی به من داد، یعنی همین نوره، این همین معنای همین نور، نور اینه. و میگه مولانا میگه که اینه بشر، حقیقتش اینه. و حتی در عقیده مولانا هست، شما نخندید، مولانا معتقد بشر بدون غذا میتونه باشه، میتونه ادامه وجود بده بدون غذا. میگه چطور جبرئیل چگونه تغذیه میکنه؟ تغذیه جبرئیل مگه نون است و کباب است و اینهاست؟ تغذیه و تغذیه نوره. بنابراین در یه فرازی بنده یادداشت کردم، قبلا هم در بعضی از بحثام گفتم، لقمه بخشی آید از هر کس به کس. مولانا میگه لقمه بخشی آید از هر کس به کس، حلق بخشی کار یزدان است و بس. این خداست که به ما حلق میده و با اون حلق، یعنی اسباب تغذیه و هضم غذا. و بنده بارها در اینجا مطرح کردم و مولانا میگه تمام اجزای وجودی شما حلق داره، چشم شما حلق داره باید بخوره، گوش شما حلق داره باید بخوره، همه وجود شما، همه عناصر وجود شما حلق دارن و باید بخورن. خب قوت اصلی بشر نور خداست،
قوت حیوانی مرو را ناسزاست. در یه فضای دیگه هم میفرماید که قوت جبریل از مطبخ نبود، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. این رو در اینجا نیوردم، از دیدار اون قوتش از اونجا تأمین میشد. همچنین این قوت ابدال حق هم ز حق دان نز طعام و وز طبق. ابدال یعنی انسانهایی که میتونن هنر تبدیل دارن، میتونن تغییر بدن دیگران رو، اینها هم غذاشون از طعام و از طبق یعنی از سینی نیستش. حالا چی شده؟ مولانا میگه لیک از علت، میگه ولیکن به خاطر علت و مرض یه عارضه‌ای شده که در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل. این مرتبا از این آب و گل میخوره. آب و گل یعنی همین تمنیات جسمانی که من از این طریق ارضا بشم، دائما داره میخوره از این ها، که در قدیم جزو ارکان سلوک زاهدانه این که کمخوری رو سفارش میکردن. مولانا هم میگه در وصیت‌نامه‌اش هم هست که میگه کم بخورید. و امام محمد غزالی که اصلا معتقد بوده که اگر انسان روزی یک وعده غذا بیشتر بخوره، که اصلا با زهد و تصوف و عرفان باید خداحافظی بکنه، بیشتر از روزی یه وعده غذا، توجه فرمایید. اینا حالا بوده تو اندیشه‌های اونا، ما می‌خوایم اینا رو شما بشناسید. نمی‌گیم بدن، نمی‌گیم خوبن، نه تبلیغ می‌کنیم که نخورن. به هر حال این مسئله که اصلا می‌خوام به شما بگم، اینا میگفتن گرسنگی یه لذتی داره، یک دریافتای انسان در گرسنگی داره که نچشیدن این آدما، چون مبتلا شدن به این حد. لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل. روی زرد و پای سست و دل سبک. اینا تأثیرات این گلخاری است. زمان قدیم یه بیماری بوده به نام گلخاری که اینا گل میخوردن، گلخاری میکردن. زمان قدیم این مرسوم بوده، گل میخوردن. البته زنهایی که حامله بودن در ویارشون گل میخوردن، کاگل بعضی زنها میخوردن. ولی عرض میکنم که این به صورت بیماری هم بوده که اصلا یه عده شروع میکنن گلخاری، گل رو میخوردن و این گلخاری باعث میشده که اینا ضعیف بشن، رنگشون زرد بشه. این رو تعبیر میکنه، سیمبولیزم میاد مطرح میکنه در تعلقات انسان به دنیا. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو قضای و سما ذات الحبک. این آیه قرآنه، و سماع ذات الهبک، یعنی آسمان، نه این آسمان کهکشان ها و کیهان ها، در ادبیات دینی آسمانی که گفته میشه عالم معناست، آسمانی که صاحب راه هاست، صاحب راه هاست، و این آسمان در وجود خود توست. و سماع ذات الهبک، آن غذای خاصگان دولت است. اون غذایی که من دارم ازش صحبت میکنم خاص افرادی است که به دولت، به حشمت، به معرفت رسیدن. خوردن آن بی گلو و آلت است. وقتی میخوری بدون گلو میخوری و بدون آلت، مثل اینکه الان شما دارید میخورید، من دارم از شعرهای مولانا میخورم بدون گلو و بدون آلت. شد غذای آفتاب از نور عرش. آفتاب یعنی انسانی که وجودش آفتابی شده، یعنی انسان کامل، یعنی انسانی که ولی شده است. شد غذای آفتاب از نور عرش، مر حسود و دیو را از دود فرش. اما حسود سمبل انسانی که آفتابی نیست، و دیو یعنی ابلیس و شیطان از دود فرش میخورن. دود فرش اینجا با سمبل یعنی زمینی هستن، از همین زمینیات میخورن. در شهیدان یرزقون فرمود حق، آن غذا را نی دهان بود نی طبق. در قرآن هستش که خداوند میگه، این از آیه قرآن استفاده کرد مولانا، میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. شما تصور نکنید اونهایی که واقعا در راه احیای کلمه خدا، در راه احیای، در راه دفاع از جان، مال و ناموس مملکتشون اینا کشته شدن، کسایی که شهید شدن، حالا شهید به معنایی که لوس نشه، که حالا هر کی کشته شد ما بگیم شهید، شهید به معنای واقعی، اونها مردن، بل احیا اون، بلکه اونها زندن. این در ربهم یرزقون، در نزد خدا رزق و روزی میخورن. به جایی میرسه انسان که نزد خدا رزق و روزی میخوره،
رزق و روزی میخوره، یعنی نه اینی که هر روز طبق غذا برای اونها میاد و اینا شروع میکنن به خوردن. مولانا میگه اونجا هم یک نوع خوردنه، اما خوردنی که نه دهان اونجا وجود داره و نه طبق. به هر حال این نظام آکل و معکول، همون که بنده عرض کردم خدمتتون، بحث آکل و معکول رو مولانا مطرح، در تمام عالم این نظام آکل و معکول هست، یعنی خورنده و خورده شده. حالا نگاه کنید، مثال میزنید، دل ز هر یاری غذایی میخورد. شما با هر یاری، با هر دوستی که ارتباط برقرار میکنی، از او یه غذایی میخوری. فقط اینطوری نیستش که فکر کنی به چشمای او نگاه میکنی ظاهر او رو درک میکنی، از او داری غذا میخوری. حالا گاهی خودت هم میدونی داری غذا رو میخوری از او، گاهی هم خودت توجه نمیکنی. دل ز هر یاری غذایی میخورد، دل ز هر علمی صفایی میبرد. از هر علمی یه صفایی میبره، این رزق و روزیه. حتی رزقها هم مولانا در یه جایی هست که میگه رزقها را هم خدا رزق میده. رزقها هم رزقخاران ویان، میوه ها، میوه مگه رزق خدا نیست؟ لب خشک باران ویان، باران هم رزقه، این میوه هم رزقه، این خود این رزق رو هم خدا چی میده؟ رزق میده. بله، دل زهر یاری غذایی میخورد، دل زهر علمی صفایی میبرد. صورت هر آدمی چون کاسه است. وقتی با صورت یه آدمی مواجه میشی، مثل یه کاسه است که توی ظرف غذا است، با این صورت که شما مواجه میشی. بله، چشم از معنای او حساسه است. چشم شما که نگاه میکنه به او، از معنایی که تو اون کاسه است حساس است، یعنی برمیگیرد از اون معنا بهره ای را برای خودش. یه واقعیتی است. از لقای هر کسی چیزی خوری، با هر کس ملاقات میکنی با او یه چیزی میخوری. و از قران هر قرین چیزی بری، با هر کسی که قرین میشی، قرین یعنی همراه، یعنی در کنار او قرار میگیری. و از قرین و از قران هر قرین چیزی بری، چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. این طبق اعتقاد قدیمی ها بوده، قدما معتقد بودن، علم بوده ها، اینا رو شما مسخره نکنیم، الان علم بوده، معتقد بودن به این که تمام این افلاک و تمام این ستاره ها، اینها اولا روح داشتن، ثانیا در زندگی انسان تأثیر داشتن، و معتقد بودن اگر خورشید به چیزی نزدیک میشد این اثر رو داره، اگر زحل، مثلا ستاره زحل، ستاره نمیدونم زهره، اینها رو میان مطرح میکردن. سعد اکبر یعنی سعادت اکبر، و عرض کنم که نحس اکبر، نحس اصغر. این طبق اعتقادات قدیمی ها مولانا داره میگه چطور ستاره‌ای با ستاره‌ای وقتی قرین میشن، در اثر این قربت و قرین بودن یه اثری زاییده میشه. تو هم با کس دیگه، با یه ستاره دیگه وقتی قرین میشی، از اون قرابت و قرینه بودن چیزی زاییده میشه. و بله، از لقای هر کسی چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. چون قران مرد و زن زاید بشر، وقتی مرد و زن با هم دیگه کنار هم قرار میگیرن، نتیجه چی نیست که از این تز و آنتی تز یه سنتزی به وجود میاد و اون بچه‌ای که به دنیا میاد، درست شد؟ و از قران سنگ و آهن شد چی؟ شرر. و از قران خاک با بارانها، یعنی خاک با بارون، با باران وقتی که قران پیدا میکنن، خاک از باران تغذیه میکنه، تغذیه نمیکنه، از باران تغذیه میکنه. میوه ها و سبزه و ریحان ها، یعنی مرد و زن ازش بچه میاد، باد و خاک، خاک و باران وقتی که با هم قرین شدن، نتیجه چی است؟ سبزه ها، سبزی ها، این گل ها، این میوه ها، این درخت ها. خب حالا شما هم رفتی توی استنلی پارک، داری به اینها نگاه میکنی، و از قران سبزه ها با آدمی وقتی داری به اونها نگاه میکنی، داری غذا میخوری، داری میخوری، اصلا خودت داری تغذیه میکنی. و از قران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی، اما اینا میاد تو وجود تو. و از قران خرمی با جان ما، می بزاید خوبی و احسان ما. وقتی ما به اینها تماشا میکنیم، از اونها میخوریم، نتیجهش خوبی در وجود ماست. باز نتیجه قران خوبی با ما اینه که ما به دیگران این احسان، خوشرویی داریم، ارتباط داریم. اینا خیلی مهمه که مولانا میگه که شما حتی زندگی، مثلا تو اتاق شما همه وسایل شما پخش و پرا، دیدید که بعضی هستن که تمام اتاق به هم ریخته، شلخته، بر شما اصلا از نگاه به این یه روحیه‌ای پیدا میکنی، یه روحیه منفی، که این تأثیر داره در ارتباط با دیگران. دیدید بعضی از خونه‌ها شما میرید که اتاق پذیرایی خیلی قشنگه، اما تو اتاق خواب که میرید چه خبره؟ بله،
حالا حتی اون، حتی لباس پوشیدنت، حتی آرایش کردنت، حتی مثلا لباست جوریه، لباست همینطور پوشیدی رفتی بیرون، اصلا توی رفتارت با مردم اثر داره. این قران خیلی مهمه، این همنشینی حتی با لباست، چه لباسی بپوشی بری، چه رنگی رو انتخاب بکنی تو این باید بری صحبت کنی با یک کسی، اون لباسی که شما میپوشی خیلی مؤثره، حتی اون لباس، حتی اون عطری که شما میزنی، تمام اینها رو داره اشاره میکنه. همه اینا توی خوشی و خوشبختی آدم مؤثره. بله، و از قران خرمی با جان ما میبزاید خوبی و احسان ما، قابل خوردن شود اجسام ما چون برآید از تفرج کام ما. اگه ما دنبال تفرج بریم، تفرج یعنی چی؟ یعنی گشت و گذار. از کاممون از تفرج بر بیاد، اینقدر ما شیرین میشیم که گوشتمون رو دیگران میتونن بخورن، چون گوشت آدم تلخه. میدونید که این گوشت آدمیزاد میگن تلخه، توجه فرمودید؟ بله، به هر حال ایشون شاید تجربه شده، تجربه کردید شما؟ خدا رحم کنه، حالا نمیدونم پاشنه پا رو. بله، حالا من حالا به هر حال، بله، گوشت آدم تلخه. میگه حتی موجودات دیگه میتونن گوشت ما رو بخورن. به به، چه گوشتی؟ یعنی این مال یک بدنی است که در اثر ارتباط با شادی ها و خرمی ها بارور شده، پروار شده. خیلی زیبا، سرخ رویی از قران خون بود. این که چهرت سرخه به خاطر خونه، باز اینم عقیده قدیمی هاست، اون خونه که باعث میشه که تو سرخ رو باشی. خون ز خورشید خوش گلگون بود، یعنی این خون، باز اعتقاد قدیمی ها این بوده که خورشید رو اساساً، حالا من یه روز راجع به خورشید در اندیشه مولانا بحث میکنم و در اندیشه قدما، قدیمی ها خورشید رو مثل من و شما یک توی بحث هیئت و آسمان شناسی به عنوان یک از کنم که یه کره ای نمیشناختنش، یه موجود آسمانی، برای او یک قداستی قائل بودن، برای خورشید یک تأثیر خاصی قائل بودن. این همه تشبیهاتی که به خورشید شده و میگفتن خورشید تأثیراتی در زندگی ما داره، تربیت احجار کریمه یعنی سنگ های گران قیمت، یاقوت و لعل و سیم و زر و اینا در داخل زمین به خاطر تابش خورشید بوده که این خورشید بر اینها میتابیده، اینها تبدیل به زر میشدن، و خون هم به خاطر ارتباط با خورشید بوده. خون ز خورشید خوش گلگون بود، بهترین رنگ ها سرخی بود، پرسپولیسی بوده، بهترین رنگ ها سرخی بود، وان ز خورشید است و از وی میرسد. این سرخی هم از خورشیده، چون خود خورشید هم سرخه، باز در عقیده قدیمی ها. هر زمینی کان قرین شد با زحل، زحل که میگفتن حالا این زمین قرین شده با ستاره زحل، زحل چی بوده؟ همون کیوان که میگفتن این نحس اکبره، این خانم که حامله شد الان، این یا مثلا عقد این دختر امشب مصادف شد با زحل، دیگه تموم شد، این بدبخت است. توجه فرمودی یا نه؟ این قدیمی ها اعتقاد داشتن. مولانا هم بر طبق اندیشه و جهانبینی جامعه خودش داره صحبت میکنه، میگه هر زمینی کان قرین شد با زحل شوره گشت و کشت را نبود محل، یعنی این شور شده دیگه کشت هم نتیجه نمیده. حالا نگاه کن چه نکته دقیقه میگه. میگه قوت، قوه، قوه و فعل، قوه و فعل یه بحث فلسفی است. تمام موجودات این عالم جسمانی موجوداتی هستن آمیخته با قوه و فعل، چون ما چهار نوع موجود میتونیم تصور بکنیم دیگه. یکی این که فقط فعلیت محض باشه، یعنی هیچ حالت منتظره نداشته باشه، همه چیز در او جمع باشه، اینو میگن بالفعل محض، چون نداریم تو عالم ماده، ما بالفعل محض نداریم. یه موجودی که قوه محض باشه، هیچ فعلیتی نداشته باشه، اونم نداریم، که حالا بعضی ها میگن هیولا. در عالم ماده موجودات قوه و فعل، شما موجودی هستی فعلا اینید، اما قوه، جوانید بالقوه پیرید، پیرید بالقوه مردید. بله این هست، استعداد مردن در شما هست، استعداد یعنی این قوه و فعل. خب حالا ما بالقوه بی نهایت قوا و استعدادها در ما هستش که ما خودمونو نشناختیم، خورشیدها در وجود ما هست و همینطور شیطنتها در وجود ما هست. این قوه چگونه به فعلیت میرسه؟ مولانا میگه نگاه کنید، قوتن در فعل آیت ز اتفاق. اتفاق یعنی چی؟ نه اون اتفاقی ما میگه اتفاقی ها، اتفاق یعنی با هم دیگه جمع بشن،
یعنی شما در شرایط قرار بگیری، توی محیطی میری، توی معبر قرار میگیری، اصلا زندگی شما عوض میشه. شما با یه نفر دوست میشی، در اثر دوستی با او و ارتباط با او یه قوه‌ای در شما به فعلیت میرسه، شما کشف میکنی خودتو، میگه عجب اگه این آدم نبود، اگه من توی معبر نبودم، اصلا من به اینجا نمیرسیدم. این اتفاق خیلی مهمه. اتفاق یعنی نه اتفاقا، اتفاق یعنی توفیق، یعنی وفق، یعنی کنار هم قرار گرفتن. قوتن در فعل آید ز اتفاق، چون قران دیو با اهل چی؟ نفاق. دیو بیاد با اهل نفاق بشینه، اون اهل نفاق تحریکش میکنن. یعنی آتیش هست، اما آتیش خونه رو بعد زمان قدیم آتیش بود، یه لوله هایی میذاشتن میگفتن چیه؟ آتیش خونه، که این اختلاف سطح ایجاد میکرد. این یه مرتبه این زغاله از این بالا شعله میزد بیرون. این زغال در وجود من و شما هست، یه آتیش خونه میخواد روش بذارم، اون آتیش خونه رو یکی میاد میذاره، این آتیشه شعله ور میشه. حالا بستگی داره که کی چی بذاره. این که خیلی مهمه. این بچه‌هایی که ما، بچه‌های ما، فرزندان شما، جوان‌های ما، توی این محیط اینجا، توی کالچر، توی روابط، نمیخوام میگم من محکوم چیزی رو نمیکنم که بده یا خوبه، اینا نمیگم، اصلا این کالچر جدید، این محیط جدید خیلی دقیقه که این میخواد توی این شرایط قرار بگیره حالا، و این دقیقاً شما بخواید اون رو بر اساس معیارهایی که خودت فکر میکنی بخواید تربیتش بکنی، خیلی سخته و مجاهدتی بود. حالا مولانا یه نکته ای رو اینجا میگه، نکته آخر منه، و اون نکته اینه که مولانا میگه که نگاه کنید، باد و باران چیز، خاک و باران کنار هم قرار گرفتن. شما خاک رو کنار باران قرار بدی که این خاک از باران تغذیه کنه و نتیجه این تغذیه خرمی باشه، یا انسان با خرمی ها، با سبزه ها، با گلها ارتباط برقرار کنه، وقتی ارتباط برقرار کرد یه فرزندی از این ارتباط زاییده بشه. شما فکر نکنید که هر کس رو ببرید و هر جا که خاک و باران رو کنار هم قرار بدید، انسان رو در کنار سبزی و خرمی قرار بدید، این نتیجه رو خواهد داد. مولانا میگه که اینجا یک نیروی مافوق وجود داره که اوست که معانی و حقیقت را ایجاد میکنه، یعنی اون اثر را او ایجاد میکنه. از عالم دیگری هستش که این حال در شما ایجاد میشه، و الا خیلی اصلا به این گلا نگاه میکنن، هیچ حالی درشون ایجاد نمیشه. شما به دلیل روحیه‌ای که داری یه ارتباطی هست، از عالم دیگری این اثر ایجاد میشه. اساسا در اندیشه های عرفانی این اعتقاد وجود داره که فوق همه اسباب یک مسبب الاسبابی هست که او تأثیر نهایی رو میگذاره. یعنی شما فکر نکنید که شما هستید که صورت این انسان رو خلق کردید. خدا هم در قرآن میگه که آیا شما فکر میکنید که شما که ازدواج کردید، شما این انسان رو خلق کردید یا ما خلقش کردیم؟ آیا شما این باران رو فرستادید یا ما فرستادیم؟ حالا اینجا مولانا میخواد بگه از فراز عرش، یعنی از یک عالم دیگر، از یک رتبه دیگری که این تأثیر و تأثیرات رو شما احساس میکنید. اینطوری نیستش که هر موقعی که بری الان شما تو هر شرایطی خودتو قرار بدی ها تأثیر میگیری، نه، اون تأثیر گیری از ناحیه دیگه‌ای باید توفیق باشه تا در تو این تأثیر رو بذاره. نمیدونم تونستم منتقل کنم یا نه. حالا شعر رو میخونیم، نگاه کنید، میگوید که این معانی راست از چرخ نهم. چرخ نهم یعنی چی؟ چرخ نهم، چرخ نهم یعنی مافوق همه این چرخ ها، مافوق همه این حقیقت ها، یه اثر بخشی هست که این اثر رو او در تو ایجاد میکنه. شما با یه نفر مواجه میشی، خب با این فرض مواجه میشی، در اثر ارتباط با اون یه احساس انرژی میکنی، یه احساس نورانیت میکنی، اون انرژی، اون نورانیت، اون عشق، اون محبت را او در شما ایجاد میکنه. و الا خب خیلی ها کنار هم قرار میگیرن اما هیچی، خیلی هم نگاه میکنن آقا ما میبینیم اون احساس شما رو من ندارم. نگاه کنید، میگه این معانی راست از چرخ نهم، بی همه تاق و ترم، تاق و ترم، توجه فرمودید؟ بی همه تاق و ترم، تاق و ترم، تاق و ترم یعنی چی؟ عرض کنم که اگه شما اینو برعکسش کنید میشه چی؟ میشه ترم تاق. تاق و ترم رو اگر شما برعکسش کنید میشه چی؟ میشه چی؟ ترم تاق و آفرین، میشه چی؟ تم تراق. خب بعضیا گفتن تار به معنای، عرض میکنم که تار، ترم به معنای همون تاق به معنای سقف است، تاق و ترم رو ترجمه کردن به معنای خرگاه، به معنای عرض کنم که، اما
همون که ما اینجا الان اشاره کردم، وقتی برعکسش میگم میشه ترمتاق، تمتراق یعنی سرصدا، یعنی ابهت، یعنی جلال، با یک تمتراقی وارد این مجلس شد. حالا دو تا معنا داره، یعنی شکوه و جلال و قدرت، یه معناش هم یعنی گزافه‌گویی و ادعا و سرصدا ایجاد بکنه، آی منم بگیرید، اینو میگن تمتراق. پس اینجا گفته تاق و ترم. خب حالا میگه چی؟ میگه بی، میگه این معانی که از عالم بالا، این همه حقایقی که از عالم بالا، از یه عالم دیگه‌ای در این عالم داره ایجاد میشه، بدون چی هست ها؟ تاق و ترم هست. بدون تاق و ترم شما نمیدونی، یواشکی این احساس در شما ایجاد میشه. این همه، ببین میگه بی همه تاق و ترم، یعنی همه‌شون هیچ تاق و ترمی ندارن، اما تاق و ترم، یعنی بی همه تاق و ترم، تاق و ترم یعنی بدون تاق و ترم، این همه تاق و ترم ایجاد میکنن، این همه شکوه ایجاد میکنن، بدون اینکه ادعا بکنن، بدون اینکه سرصدایی ایجاد بکنن، شما از نگاه کردن به این گل یه احساسی میکنید، اون تاق و ترم هست، یعنی اون تمتراق، یعنی اون شکوه، اون جلال در روح تو ایجاد میشه. توجه فرمودی چطور شد؟ بله؟ خب خلق را تاق و ترم عاریتیست، امر را تاق و ترم ماهیتیست. خلق، ما یک عالمی داریم به نام عالم خلق، یه عالمی داریم به نام عالم امر. الا له الخلق و له الامر، بدانید که هم خلق مال اوست هم امر مال اوست. ما دو تا عالم داریم، عالم خلق و عالم امر، در قرآن هم هست. عالم خلق یعنی عالم تجدد، یعنی عالم تدریج، عالم حرکت، عالم تغییر، عالمی که ثبات نداره، عالمی که غیر قار هست. غیر قار یعنی چی؟ یعنی قرار نداره، غیر قار. اینو میگن عالم خلق. درست شد؟ این عالم خلق عالم تدریجی است. یعنی یه بچه‌ای بخواد بشه 1.80 متر، یعنی یه انسان 1.80 متر مثل بنده، 70 کیلوگرم 80 کیلوگرم، این اول یه اسپرم 2000 میلیمتر، این باید طول بکشه بیاد 9 ماه به دنیا بیاد، بعدش 50-60 سال این طول، این همینطور این طی طریق بکنه، این تدریجی، هر چیزی در این عالم تدریجی، اینو میگن عالم خلق. اما عالم امر عالمی است که دفعیه، زمان درش نیست. عالم امر عالم مجرداته، عالم امر عالمی است که ماده درش نیست، اینو میگن عالم چی؟ امر. خب هم خدا عالم امر دارد، هم عالم خلق دارد. روح از عالم امر است، معانی از عالم امر است. مولانا میگه چی؟ میگه خلق را تاق و ترم، یعنی سرصدایی که من و شما داریم، همه اینا چیه ها؟ عاریتی است، مال خودتون نیست، مال خودتون نیست، مال خودته. اگه مال خودته چرا نمیتونی نگهش داری؟ هر چی که داری اینا عاریتی است. این همه دانش، 30 سال 40 سال درس میخونی دانشگاه بالا پایین، بعد یه مرتبه آلزایمر میگیره، همش میده، میگو اینا اصلا فراموشی بهش دست میده، همه چی، اصلا هر چیزی، این عاریتیه، همه چیز در اینجا عاریتیه، کل شیء هالک، همه چیز هلاکه. خب حالا اینو داره میگه، خلق را تاق و ترم عاریتی است، امر را تاق و ترم ماهیتی است. یعنی از عالم امر تاق و ترم ماهیتیه، یعنی ذاتیشه، تو ماهیت امر تاق و ترم هست، اون حقیقت امر تاق و ترم. روح از عالم امره، همه سرصداها مال روحه، و یه روزی این روح این جسم رو رها میکنه و میره. توجه فرمودین؟ روح را، خلق را تاق و ترم عاریتیست، امر را تاق و ترم ماهیتیست. از پی تاق و ترم خاری کشن، این مردم به خاطر اینکه به تاق و ترمی برسن، به تمتراقی برسن، این همه بدبختی میکشن. توجه فرمودی یا نه؟ میاد مثلا فرض کنید که یه به خاطر اینکه جلوی دیگران شخصیت نمایشی داشته باشه و بعد ما اینیم، میاد مثلا اشیایی میخره تا آخر عمرش باید خاری بکشه، هی بخواد مرگج اینا رو بده، هی بخواد قصه اینا رو بده، بدبختی میکشه این، بله، هی بخواد بعد من میگه که از پی تاق و ترم خاری کشن، بر امید از در خاری خوشن، به امید اینکه یه روزی عزیز میشن هی خاری میکشن، بالاخره ما یه روزی عزیز میشیم. توجه فرمودی یا نه؟ بالاخره بعد کار کنی، زحمت بکشی، الان نمیشه، الان نمیشه، الان باید درس بخونی، وقتی درستو خوندی بعدن، بعد از اینکه درستو خوندی، خب حالا باید چیکار کنی؟ دانشگاه اینا تموم شد، خب حالا باید چیکار کنی؟ حالا باید شما بری سربازی، مثلا حالا در ایران میگفتن، یا بعد بری سربازی، بعد از اینکه سربازی اومدی حالا باید تلاش کنی کاری پیدا کنی، هنوزم موقع استراحتت نیست،
بعد باید بعد از آن که رفتی سربازی و بعد که رفتی عرض کنم که کاری پیدا کردی و بعد حالا بعد ازدواج کنی، بچه ها به دنیا بیان، بچه ها رو بزرگ کنی، بعد بچه ها رو بعد ازدواج بکنن، اونا رو زن بدی، اونا رو شوهر بدی، بعد بچه های اونا رو هم تو باید بزرگ کنی، بعدن چیه؟ بری همه دنیا رو برای خودت بگردی، اما یه مرتبه به مرحله میرسه که حتی توی دستشوی خونم نمیتونه دیگه را بره، اونجا باید دست که بگیرن را ببرن، اونجا دیگه تموم شده، بله بله، انرژی دیگه در اونجا از بین رفته. بنابراین میفهمید که از پی تاق و تروم خاری کشند، بر امید از در خاری خوشند، بر امید از ده روزه خدوک. توجه فرموده یا نه؟ یعنی از کنم خدوک یادم رفته معناش چی میشه. بر امید از ده روزه خدوک، خدوک به معنای فکر میکنم پستی باشه، یعنی پستی ها رو تحمل میکنن این ده روزه، حالا من دقیقشو الان از ذهنم رفته، ولی خدوک به معنای همون پستی است. گردن خود کرده ان از غم چو دوک، دیگه گردنشون هم مثل دوک شده، از بس اینقدر سختی و لاغر. حالا مولانا داره ناله میکنه و خودشو معرفی میکنه، میگه من کجا هستم، بیایید اینجا، از اینجا به دنیا نگاه کنید، جهانی که من در او زندگی میکنم، چون نمی آین، یعنی چرا نمی آین اینجا که منم، کندرین از آفتاب روشنم. من به یه جایی رسیدم که عزت هست و اینطوری است که خالی بکشم منتظر عزت باشم، همیشه هم آفتاب هست و جرأت داشتم و رسیدن به این مرتبه یک جرأت میخواد که از همه چیزم بگذرم، توقع هیچ چیزی هم نذاشته باشم و بدون توقع پا در این راه بگذارم. وقتی که پا در این راه گذاشتم و اومدم و این جرأت رو داشتم، رسیدم به اونجایی که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. بعد در اونجا میگه زهره چی شدم؟ زهره تابنده شدم، زهره تابنده شدم. اینا همه معانی قرآن ها. حالا بنده میگم ممکنه بعضیا اشکال بگیرن بگن آقا کجا قرآنی؟ قرآنه، آیه قرآن، او من کان میتن، آیا دیدی اون کسی که مرده بود؟ فاحیینا، ما او رو زندش کردیم، فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما برای اون نوری قرار دادیم که در بین مردم راه میره. این عین همونه، مرده بودم زنده شدم و اون نور زهره تابنده شدم. در اونجا مطرح میکنه، میگه حالا به این آفتاب رسیدم، من آفتاب شدم، مشرق خورشید برج قیرگون، آفتاب ماز مشرقه ها برون. میگه شما این خورشیدی که میبینید، این خورشید یه مشرقی داره دیگه، مشرق یعنی چی؟ محل طلوع خورشید. ما قدیم فکر میکردیم که این خورشید که بچه که بودیم، خورشید که میگم خورشید از پشت کوه اونجا قایم شده، یا میگفتن رفته توی چاهی بعدن فردا در میاد از اونجا میاد. قدیمی ها به این یه جایی بالاخره، ما برای طلوع و غروب خورشید یه مکان قائلیم، درسته افقه، اما چیه؟ ما یه مکان قائلیم دیگه. اون مشرقش کجاست؟ اینجا مولانا میگه برج قیرگون. برج قیرگون یعنی سیاهی شب. از کجا خورشید طلوع میکنه؟ از سیاهی شب طلوع میکنه دیگه، درست شد؟ برج قیرگون. اما آفتابی که من بهش دل دادم چیه؟ آفتاب ما ز مشرقه ها برون. آفتاب ما اصلا مشرق نداره، چرا؟ برای اینکه زمانی مشرق داره که چی داشته باشه؟ مغرب داشته باشه، یعنی غروب بکنه. او همیشه طالع است، همیشه طالع است. اصلا این خورشید هم همینطوریه ها. این خورشید ببینید، حالا اینجا میگه نگاه کنید، اینو گرفتید چی میگه؟ آفتاب ما، آفتاب ما یعنی اون حقیقتی که ما بهش رسیدیم. حالا شما این آفتاب ما رو هر چی دلت میخواد تفسیر کن. آفتاب ما عشق، آفتاب ما خدا، آفتاب ما حقیقت، یعنی اون مکانی که من بهش رسیدم. خودش میگه من آفتاب شدم، خودم خودشو داره میگه، میگه به جایی رسیدم که دیگه غروبی ندارم. آفتاب ما ز مشرقه ها برون. حالا نگاه کنید این قسمتی که میگم روشن میشه. مشرق او نسبت ذرات او، نه برآمد نه فرو شد ذات او. ببینید شما الان این خورشیدی که هست، قدیم میگفتن خورشید حرکت میکنه زمین ثابته، درسته؟ الان زمین حرکت میکنه و خورشید ثابته، درسته؟ خورشید ثابته دیگه. حالا
شما مگه نمیگی ای خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، خورشید اومد وسط زمین، الان نهار است. خب کره زمین داره میچرخه، سرعت کره زمین چقدره؟ بله، در هر ثانیه کره زمین 30 کیلومتر میچرخه. درست شد؟ در هر ثانیه 30 کیلومتر داره میچرخه. اگر شما سوار بر یک دستگاه هواپیما اسپوتنیک هرچی دارید که به سرعت 30 کیلومتر حرکت بکنه، خب همیشه خورشید رو در حالت طلوع میبینید. اگه در زمان طلوع خورشید باشه دیگه طلوع غروب نمیبینید. اگه در حالت غروب خورشید باشه پرواز کنید، همیشه در حالت غروب میبینید. و اگر ظهر، همیشه در حالت ظهر میبینید. یعنی خورشید طلوع و غروب ندارد، ما طلوع و غروب داریم، ما بالا و پایین میشیم و برای ماست که تفاوت میکنه. مولانا میگه حقیقت هیچ وقت طلوع و غروب نداره، او ظاهر ظاهر است. خورشید داره میتابه بر زندگی شما، این شما هستی که در تاریکی میری و این شما هستی که در روشنایی میری. نگاه کنید، مشرق او یعنی مشرق اون خورشید نسبت ذرات او، یعنی ما ذره های اون خدا هستیم، ما نسبتمون با او عوض میشه، ما نسبتمون با او عوض میشه، ولی اون ثابته، اون ثابته. نه برآمد نه فرو شد ذات او، نه که ذات او بلند شه و فرو بشه. ما که واپس مانده ذرات وییم، تازه ماها هم، که ماها هم خودشو میگه مولانا که ما پس مانده ذرات او هستیم، ما هم بی طلوع و غروبیم، در دو عالم آفتاب بی فییم. آفتاب فی یعنی سایه، ما بدون سایه هستیم، یعنی طلوع و غروب نداریم، یعنی دوام پیدا کردیم. چرا؟ برای اینکه متصل به عشق شدیم. خیلی زیبا این فراز رو مولانا بیان کرده. من حسن ختام مجلس یک فرازی از به اصطلاح دیوان شمس آوردم، یه چند دقیقه ما الان وقت داریم، یه ربعی وقت داریم، اما چند دقیقه بنده براتون میخونم. اول من این غزل رو براتون میخونم. رو رو که نه ای عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پابسته به خلخالک. با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک، بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک. ای نازک نازک دل دل جو که دلت ماند، روزی که جدا مانی از ذرک و از مالک. اشکسته چرا باشی دلتنگ چرا گردی، دل همچو دل میمک قد همچو قد دالک. تو رستم دستانی از زال چه میترسی، یا رب برهان او را از ننگ چنین زالک. من دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد، بر چرخ همی گشتی سرمستک و خوشحالک. می گشتی و می گفتی ای زهره به من بنگر، سرمستم و آزادم زدبارک و اقبالک. درویشی و آن گه غم از مست نبیزی کم، رو خدمت آن مه کن مردانه یکی سالک. بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو، بگذار منجم را در اختر و در فالک. من خرقه ز خور دارم چون لعل و گوهر دارم، من خرقه کجا پوشم از صوفک و از شالک. با یار عرب گفتم در چشم ترم بنگر، می گفت به زیر لب لا تخدعنی والک. می گفتم و می پختم در سینه دو صد حیلت، می گفت مرا خندان کم تکتم و احوالک. خاموش کن و شهر را بین چون باز سپیدی تو، نی بلبل قوالی درمانده در این فالک. این یکی از عرض کنم که غزلیات بسیار زیبای به اصطلاح دیوان شمسه که کاف توش زیاده. ما در زبان فارسی کاف چندین معنا داره و احمد کسروی کتابی نوشته به نام کافنامه که انواع و اقسام کاف رو در اونجا بیان کرده. قبلا هم بنده خدمتتون گفتم ما یه کافی داریم، کاف تحبیب، یعنی کافی که برای محبت و عشق به کار برده میشه. مثل اینکه مثلا شما میگی چی؟ مثلا میگی که محبوبک، شنگولک، توجه فرمودید. کافی داریم به نام کاف تسخیر، یعنی برای تسخیر یعنی کوچیک، مثل میگن پسرک، دخترک، یعنی دختر کوچولو تسخیر. کافی داریم که برای تحقیره، یه نفر میخواد تحقیر بکنه، مثل اینکه میگه مردک، این زنک،
مردک، این زنک، بله این کافه، کافه تحقیره. گاهی کاف، حالا انواع اقسام کاف داریم، کافی داریم که کاف برای مکانه، مثل اینکه میگیم بادامک، آقای بادامکی، مال بادامکه، درست شد، این برای مکان. مثل مثلا دیگه چی که کاف داشته باشه؟ بله کوهک مثلا، نمیدونم کهریزک، آه بله کهریزک، اوین نه ها، کهریزک. عرض کنم خدمتون که اینا همه این آنها کاف، کافایی که داره. کافی که در اینجا به کار برده کاف تحقیره، مولانا داره اینا رو تحقیر میکنه. کاف تحبیم هم داریم، یه غزل خیلی قشنگی هست در در دیوان شمس، الان وقت نیست اون غزل رو همشو بخونم. مولانا میگه ناگهان بسته دلم، دلدارکی شوخکی شنگولکی ایارکی چستکی کمگویکی پردانکی ترککی گلچهرکی ترارکی شوخکی شیرینکی موزونکی جانکی جانانکی دلدارکی خوبکی زیبایکی نیکویکی شورکنگیزی شکرگفتارکی مستکی جادویکی گستاخکی بله خرمی افزایکی غمخارکی شادمان بخشایکی. خیلی طولانیه این غزل، خیلی زیباست که همش با کاف تحبیب داره اینها رو بیان میکنه. حالا در اینجا میگه رو رو برو برو که نه عاشق، که نه ای عاشق، تو نمیتونی وارد حرم عشق بشی. چرا؟ برای اینی که ای زلفک و ای خالک، یعنی دنبال زلف و خال خودت هستی. زلفک اینجا داره تحقیرش میکنه، تو زلفک هستی، خالک هستی، تو شخصیت نمایشی داری، شخصیت اعتباری. زلف و خال فقط این نیستش که زلفشو درست کنه، زلف درست کردن ان الله جمیل و یحب الجمال، این چیز نشه که مولانا میگه که کسی دنبال زلفش نره یا کسی دنبال خالش نره یا خالشو نسوزونه یا مثلا نمیدونم چهرهشو تغییر نده. زیبایی لازمه و انسان باید دنبال زیبایی خودش بره. این اون خالک و زلفکی که به شخصیت خودش، هی زلفی که به شخصیت خودش و به خال، اون آرایش‌های ظاهری، اون چیزی که به خودش می‌بنده، شخصیت نمایشی، توجه فرمودید، نفس شخصیت نمایشی داره. رو رو که نه ای عاشق، ای نه ای عاشق، ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک. یعنی گاهی تو ناز می‌کنی، گاهی هم خشم می‌کنی، حالت‌های متنوعی داری. پا بسته به خلخالک، به خلخالک، خلخال زمان قدیم زنها میبستن به پاشون، الان هم در هندوستان هستش خلخال به پاشون میبندن. این خلخال یعنی همین پایبندهایی که تو در زندگی برای خودت درست کردی، حالا خلخالهای متعددی که داری. با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک، یعنی اون زلفی که داری، تو داری اون پیچی که در زندگی خودت برات درست کردی، با مرگ عرفانی نمیسازه، مرگ عرفانی که بتونی مرد باشی و در لذات خودت رو بکشی. مرگ در خیشتن خیش، این مرگ یعنی اون، نه اون مرگی که میگن برید ارثشو تقسیم بکنی، نه، این مرگی است که همون که میگه رو بمیر ای خواجه قبل از مردنت، تا نباشد زحمت جان کندنت، آنچنان مرگی که در نوری روی. این مرگی که من باید جرأت این رو داشته باشم که بتونم چیکار بکنم، بمیرانم اون شخصیت اعتباری خودم رو. نیمه شب بلند شم، بگم میخوام بلند شم، میتونم بلند شم، بر سختی ها غلبه بکنم. این مرگ دیگه، یک نوع مرگه. با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک، بر چرخ کجا پرد، چگونه میتونی پرواز بکنی با این پرهای اعتباری، با آن پر، آن پردک و آن بالک. ای نازک نازک دل، ای نازک نارنجی، ای نازک نازک دل، دل جو که دلت ماند، برو دنبال دل که دل میماند. خب روزی که جدا مانی از ذرک و از مالک، اون روزی که تو از همه ذرها و از همه مالها جدا میمانی. این دو بیت دقیقا ترجمه یکی از آیات قرآنه که میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که مال و فرزندان شما برای شما هیچ فایده ای ندارن، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که یک قلب سالمی داشته باشه، یک روح آزادی داشته باشه. اون اینه، این آیه قرآنه. ببینید روزی که جدا مانی از ذرک و از مالک، حالا فقط قیامت رو نیست که من بمیرم قیامت بشه، تو همین دنیا
قیامت شما کی برقرار میشه؟ قیامت شما اون زمانی برقرار میشه که احساس تنهایی میکنی، احساس میکنی هیچ کس نمیتونه به تو کمک بکنه، خودت هستی و خودت، اونجا قلب سلیمت میتونه تو رو نجات بده. اشکسته چرا باشی؟ اصلا تو چرا باید شکسته باشی؟ مولانا میگه انسان ذاتن موجودیست شاد، نمیتونه شکسته دل باشه. اشکسته چرا باشی؟ دل تنگ چرا گردی؟ چرا گرفته ای؟ دل همچو دل میمک. میمو دیدید؟ میم وقتی که میمو مینویسن یه دایره، اون میم خود میم یه دایره است دیگه. میگه دل تو فهمی مثل همین یه دایره است، فقط همینه، یه میمه همین، یه ظاهریه، هیچ باطنی نداره، هیچ حقیقتی نداره. و به خاطر همین که دل نداری و دنبال عشق نیستی، الف تو تبدیل به دال شده. تو الف بودی تبدیل به دال شدی. دال یعنی چی؟ یعنی خمودی روانی. دال خمود میشه، شکسته میشه، خمودی روانی. بله، میفرماید که تو رستم دستانی از زال چه میترسی؟ رستمی که باید هفخان رو طی بکنی. هفخان چیان؟ اینا خیلی مهمه. در اونجایی که میگه بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. چیه؟ بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. حالا میگه تو رستمی از زال چه میترسی؟ یا رب برهان او را از ننگ چنین زالک. من دوش تو را دیدم. مولانا میگه من در معاینه و مکاشفه دیشب خودم حقیقت انسان رو دیدم. من دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد در عالم خواب که اتصال به ملکوت انسان پیدا میکنه. میگه در اون عالم، در عالم مکاشفه دیدم. چی دیدی؟ بر چرخ همی گشتی سرمستک و خوشحالک. تو بر چرخ مسلط بودی، انسانی که بر چرخ مسلط است. میگشتی و میگفتی ای زهره به من بنگر. به زهره که ستاره و سمبل زیبایی هست میگفتی به من نگاه کن، تو سمبل زیبایی هست، برو به من نگاه کن. سرمستم و آزادم. من سرمستم، آزادم از ادبار و اقبال، خوشبختی و بدبختی و از همه اینا من سرمستم، به اینا فکر نمی کنم. ادبار یعنی پشت کردن، اقبال یعنی رو کردن، درست شد؟ درویشی و وانگه غم. تو درویشی، درویش، اون وقت غمم داری؟ درویشی و وانگه غم. غم ریشش چیه؟ تعلقات به دنیا. از مست نبیزی کم. نبیز یعنی چی؟ یعنی انگور. از اونم کمتری؟ اون مستی، آخه اون مستی که توی انگور هست مگه نیست؟ ها؟ اون مستی زمان قدیم معتقد بودن که یه روحی توی این شراب هست، یه روحی. زمان قدیم معتقد بودن یک روحی. همین الان هم میگن آه. نه نگیم، نه همین الان هم میگن، نه این که بگیم قدیمی ها. همین الان تو همین دنیای غرب به الکل توی شراب چی میگن؟ اسپریت. یعنی روح. اسپریت آف واین یعنی روح در این شراب. بله، زمان قدیم معتقدن، الان هم هستن و معتقدن که این اسپریت، خب یعنی روح. وقت توی زبان عربی به باد، به شراب میگن راه. با چی نزدیکه؟ بگو. روح. راه و روح. در زمان فارسی چی میگن؟ باده. با باد. اینا همه به هم نسبت داره. روح، باد، نسیم دیگه، یه وزشیه، یه ارتباطی هست، یه مستی. این مستی نمیخوام بگم، تقدیس نمیخوام بکنم که همه برن شراب بخورن، شراب خوبه، نه، من اینو نمیخوام بگم. من میخوام به شما بگم که یه ارتباطی هست، اون مستی در روح من هست، اونو باید کشفش بکنم. اگه کشفش بکنم دیگه من کمتر از اون نیستم. که میگه وان درویشی و وان گهقم از مست نبیزی کم، رو خدمت آن مه کن. برو خدمت اون ماهو بکن. اون ماه کیه؟ اون ماه کیه که باید خدمتشو بکنی؟ خودتی، فطرتت، دلت. رو خدمت آن مه کن مردانه یکی سالک. یعنی چی؟ یعنی یه سالی برو، یه مدتی برای خودت بذار، به خودت برس، به خودت فکر کن. یک سال. اینا یه چله‌ای داشتن، یه چله می‌گرفتن. کسی که من اخلص الله اربعین صباحا،
کسی که 40 روز برای خدا خودش رو خالص کنه، زهرت من قلبه علی لسانه ینابیع الحکمه، از قلبش بر زبانش چشمه های حکمت ساری و جاری میشه. و اینا چله ها داشتن، بنابراین میگه یکی سالک، یعنی برو و مدیتیشن کن با اون ماه، با اون ماه مدیتیشن کن. بعدش چی میشه؟ بر هفت فلک بگذر، از هفت فلک میگذری، افسون زحل مشنو. این افسانه هایی که میگن نمیدونم آش ستاره و آی بخت و اقبال تو هست و نمیدونم توی لایف های قبلی برای تو تثبیت شده، تو این زجر رو باید بکشی، اینا رو ول کن. مولانا میگه ول کن، بریز دور، بگذار منجم را، بگذار این ستاره شناسان در اختر و در فالک، بر هفت فلک بگذر، افسون زحل مشنو، بگذار منجم را در اختر و در فالک. یعنی فالک یعنی همون فالهایی که میزنند و اخترشناسی که میکنند و اینا. من خرقه زخور دارم، خور یعنی چی؟ خورشید. میگه من خرقه خودم رو از خورشید میگیرم. آخه درویشا خرقه مینداختن، خرقه از پشم و نمیدونم عبا و، میگه من این پشم و پیلیا رو ندارم، از خورشید دارم. من خرقه زخور دارم چون لعل و گوهر دارم. از کجا میگیم؟ برای اینکه لعل و گوهر در وجود منه. زمان قدیم میگفتن خورشید باعث پیدایش چی میشه؟ لعل و گوهر میشه. من خرقه کجا پوشم؟ از صوفک و از شالک. صوفک یعنی پشما، بله، صوفی پشمینه پوش. با یار عرب گفتم، یه روز با یک دوست عربم گفتم در چشم ترم بنگر، یعنی به قیافه من نگاه کن، من تو رو دوستت دارم، ماها رو داره میگه، حال ما رو داره میگه که به هم صحبت میکنیم و اینها. میگفت به زیر لب، اون به زیر لب میگفتش که لا تخدعنی والد، ای پسر منو اینقدر فریب نده، اینقدر دنبال فریب نرو، اینقدر نمایش نده. لا تخدعنی یعنی خودعه به کار نگیر. میگفتم و میپختم در سینه 200 حیلت، این حرفا رو میزدم و تو سینه خودم هم صدها حیله، ماها حیله درست میکنیم، اینو بگیم اونو نگیم، نه اینجا اگه اینو بگی بد میشه، فکر میکنن تو اونو نداری یا نداری، یا اینطوری نگو، نگو داییم مثلا نمیدونم زنشو طلاق داده، نه اینطوری نگو، اینطوری بگو، اصلا بگو اینطوریه. بله، اینا حیله هاییست که ما به کار میبریم. بله، میگفت مرا خندان، اون دوست من به من میخندید و میگفت کم تکتم و احوالک، چقدر کتمان میکنی حال خودتو، چقدر خودتو پنهان میکنی، چقدر پنهان کاری میکنی. حالا همه غزلیاتش هم به خاموشی و به سکوت منتهی میشه. مولانا درسی که به ما میده سکوت است. خاموش کن و شهرابین، میگه اگه تو خاموش بشی یعنی به سکوت حقیقی برسی، شاه رو میبینی، یعنی حقیقت رو میبینی، به خاطر این شاه رو نمیبینی که توی سکوت نیستی. چون باز سپیدی تو، باز بازی بوده زمان قدیم ها، درسته یا نه؟ عقاب بازی و باز بازی جاش توی پیش شاه بوده. بعد میگه باز سپید، اینا همه عامل معناست. در اونجا که میگه دفتر صوفی سواد و حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست، میگه باز سپیدی. چرا این کلمه سپید مولانا آورده؟ خیلی دقیقه، چون باز سپیدی تو، تو بازی، باید بری رو دستای شاه قرار بگیری، نه ای بلبل قوالی درمانده در این قالک، نه اینکه بلبل باشه تون 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 همطور هی بگی، بله، هی بخونی، قوالی بکنی، خوانندگی بکنی، تقلید بکنی، در این حالت نیستی. خیلی ممنونم از توجهی که شما کردین. روز جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر در آدرسی که گفتم و اعلام شده کلاس 7:30، نه اشتباه خانم، اشتباه کردم، معذرت میخوام، 7:30 بعد از ظهر در همه آدرسی که گفتم، اسفار ملا صدرا رو ما گفتگو می